دوازدهمین روز خرداد ماه برابر با 2 ژوئن سال 1275 خورشیدی برابر با 1896 میلادی، ثبت اختراع رادیو توسط گولیلمو مارکونی ایتالیایی، مهندس برق، رئیس فرهنگستان ایتالیا، عضو شورای عالی فاشیستی ایتالیا و برنده جایزه نوبل. او پس از ثبت این فرضیه که امواج رادیویی تحت تأثیر چرخش زمین و در مدار آن قرار نمی گیرد، اقدام به مخابره اولین سیگنال های امواج رادیویی در اقیانوس اطلس کرد. وی سپس اختراعات دیگری از جمله تأثیرات روشنایی روز و ارتباط مستقیم آن با ارتباطات و امواج بی سیم، ردیاب مغناطیسی، آنتن هوایی رادیو ایرانی به ثبت رسانید. مارکونی همچنین برای سالهای متمادی ضمن کار در ارتش ایتالیا به پژوهش و آزمایش‌های عملی در مورد امواج کوتاه مشغول شد و همین امر سبب گشت تا نشان افتخار ارتش ایتالیا را به خاطر خدمات صادقانش دریافت کند. سال 1321 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، آغاز عملیات روباه صحرا العلمین در جریان جنگ جهانی دوم ضد حمله بزرگ مارشال رومل آلمانی، معروف به روباه صحرا که نزدیک 1 ماه به طول انجامید، باعث شد تا آلمانها شمال آفریقا را از نیروهای انگلیسی پس بگیرند. اما در حمله متقابل انگلیسی ها رومل شکست خورد و این نقشه آلمانی ها با شکست کامل مواجه شد. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، در اواخر جنگ ایران و عراق و پس از سقوط شرمچه، روح الله موسوی خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی را به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا منصوب کرد. اساساً زمینهای انتصاب هاشمی رفسنجانی به این مسئولیت پس از سقوط فاو ایجاد شد. از این رو روح الله خمینی پس از سقوط شرمچه طی حکمی ضمن انتصاب وی به ایجاد ستاد فرماندهی کل، هماهنگی کامل ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی و سعی در استفاده هرچه بهتر از امکانات و نیروها و بهره برداری صحیح از کمک‌های مردمی تأکید کرد. سال 1392 خورشیدی برابر با 2013 میلادی، در گذشت آیت الله سید جلال الدین طاهری، اولین امام جمعه اصفهان. سید جلال الدین طاهری، امام جمعه سابق اصفهان، که از چندی قبل به دلیل وضعیت بد تنفسی در بیمارستان الزهرای اصفهان بستری شده بود، سرانجام بر اثر کهولت سن دیده از جهان فروب است. سید جلال الدین طاهری که متولد سال 1305 در یکی از محله‌های قدیمی شهر اصفهان به نام حسین آباد بود، تحصیلات مقدماتیش را در رشته علوم انسانی به پایان رسانده بود و سپس زبانهای عربی و فرانسه را در انجمن ایران و فرانسه آموخته بود. وی اولین امام جمعه شهر اصفهان، نماینده ولی فقیه در این شهر، نماینده استان در مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین مجلس خبرگان رهبری بود.